خب سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان گلم محمد رضا مهاجری از کانال نیکول وب و خوش اومدید قسمت 17 از دوره طراحی با CSS امروز میخوایم تو این آموزش روی لیست ها کار کنیم و ببینیم که چه تغییرات رو میتونیم با CSS روی لیست هامون اعمال کنیم بعد قبل اینکه به سراغ و ویدیو خوشحال میشم که کانالمون رو اگر ساب نکردید حتما سابسکرایب کنید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و حتما نظرات و سوالاتتون رو برام بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم یه ما تلیه برین سراغ آموزش خب من نرسار ادوب دیرین بیوبرم رو با میکنم و توی سی اس اس هم یک پوشه به نام ای پی 16 هم ایجاد میکنم جسه 16 همی هست که داریم در واقع کود میزنیم خب یک سند HTML به تب نیاز داریم با نام ایندکس این رو هم در اون همون ای پی 16 هم ذخیره میکنم در CSS اس, 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 اس اسمش رو هم در واقع ایندکس قرار میدم و یک سند سی اس, اس رو هم اعمال میکنم به این پوشه و اون رو هم اسمش رو استایل میذارم که سی اس 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 رو خودش اتوماتیک ایجاد کنه خب بریم سراغ حالا گل زدن رو شروع کنیم من میخوام از لیست ها کمک بگیرم جسته میخوام تغییر رو که میشه روی لیست های مارکت رو ببینیم به چه نحوی هستش اگر یادتون باشه یک تگی داشتیم به نام UL که مربوط به لیست نامرتب بود و OL که مربوط به لیست مرتب بود فرقی نمی کنه UL یا OL استفاده کنید من اینجا از UL استفاده کردم OL هم به همین نحو هست و هیچ تفاوتی توی استالدهی با هم دیگه ندارن من میخوام اینجا چند تا الای هم درنش خواهر بدم مثلا سه تا الای کافیه برای اینکه حداقل مواردی داشته باشیم که بتونیم تغییر روش اعمال کنیم اولین الای هم رو در واقع PS1 میخوام قرار بدم یا PlayStation 1 دومی رو PS2 و سومی رو هم مثلا PS3 خب این از در واقع یول من که اینجا ایجادش کردم خب این رو اسپیسش رو پاک کردم اوکی این از در واقع لیست من حالا بریم سراغ تغییرات که میخوایم روش اعمال کنیم من ابتدا به این یول یک کلاس میدم با نام همون یول و به این الهی ها هم کلاس های جداگونه میدم این رو در واقع آیوان قرار میدم یا همون آیتم اول این رو هم کلاسش رو آیه تو قرار میدم و پایینی رو هم آیه سه یا آیه 3 خب این رو هم آیه تیری قرار میدم اوکی بریم سراغ حالا تغییراتمون کلاس ها رو هم دادیم و الان میتونیم راحت تغییراتمون رو اعمال کنیم یک بار من فایل رو وا کنم که خروجی رو هم نگاه کنید خب میکرد الان یه همچین لیستی برای ما ایجاد شده اولین کاری که میخوام بکنم این هستش که اگر یادتون باشه ما میومدیم و با استفاده از در واقع دستوراتی که مربوط به HTML بود می اومدیم و این علامت لیست نامرتب رو عوض می کردیم می اومدیم مربع قرار می دادیم یا حالا چیزایی این رو با CSS هم میشه انجام داد با دستوری به نام لیست سایل تایپ که الان بهتون میگم چه جوری باید از این دستور استفاده کنید من اینجا به UL خب کلاس UL رو دادم UL رو فراخونی میکنم میام اینجا از دستور به نام لیست استایل تایپ استفاده میکنم و اینجا تغییراتی رو میتونید روش اعمال کنید از بین گزینایی که موجوده مثلا اگر من مثلا همین lower گریک رو انتخاب کنم ببینید به چه نحوی در میاد خب این رو فکر کنم لینک نکردیم بعد از سند رو بذاری لینک کنیم با استفاده از تگ لینک خب اشرف رو هم بهش میدم و استایل css اس رو بهش لینک میکنم میام تایپش رو هم تکس اسلاش سی اس قرار میدم و در انتها هم ریلیشنش رو از نوع استایل شیت قرار میدم و در واقع تگم رو میبندم و الان میتونم برم سراغ در واقع کد زدن بخاطر اینکه سند css اس هم الان لینک شده خب بریم تغییرات رو ببینیم به چه نحوی شده خب میبینید که الان اینجا برای من اومده و اون تغییر که میخواستم رو اعمال کرده به حالت لوور گریک در آورده این رو شما میتونید مربع قرار بدید یا مثلا حالا سیرکل رو اگر قرار بدید میبینید که دایره براتون قرار میده دایره تو خالی یا مثلا دیسک اگر قرار بدید به این صورت قرار میگیره دایره توپور که حالت پیش هستش این از دستور اول که میتونستید در واقع بیاید و ظاهر این حالا علامت ها رو انتخاب کنید و بگید که به چه نوعی باشه یک مقدار هم میتونید بهش بدید میتونید بهش مقدار نان رو بدید اگر مقدار نان رو بدید معین کردید کهش علامتی نمیخواید پشته در واقع لیستتون باشه و علامتش محو میشه پس شما میتونید دستور نان رو هم استفاده کنید اما تو بعضی از وبسایت ها اگر دقت کرده باشید کنار منو میان و در واقع یک عکس یا یک آیکون قرار میدن اینجا ما هم میخوایم همین کار رو الان انجام بدیم من این رو در واقع لیست سایت تایپش رو پاک میکنم و همون بذارید نان قرار بدیم آره نان قرار بدیم که در واقع بیایم و خودمون یک آیکون یا حالا مواردی رو اضافه کنیم یک وبسایتی هست به نام فلت آیکون که شما میتونید از این وبسایت بیاید و آیکن های دلخواهتون رو دانلود کنید اما یک نکته رو باید بگم که این سایت تحریم هستش و شما باید از وی استفاده کنید برای اینکه وارد این وبسایت بشید من الان میخوام آیتم در واقع های مربوط به پلی رو پیدا کنم ببینم آیا آیکونی موجود هست برای پلی یا نه خب بعد یک سری آیکون موجوده مثلا این آیکون رو انتخاب میکنم اینجا میتونم SVG خروجی بگیرم ازش یا PNG من میخوام PNG بگیرم ولی حواستون باشه که 512 پیکسل نگیری چون اندازش بزرگ است و این رو بعدا مجبور میشید که خودتون اندازش رو تغییر بده چون میخوایم که در واقع کنار میشه گفتش که این موارد قرار بگیره 500 پیکسل خیلی هست شما بیاید همین حالت من هیچه رو برنامه دیگر شما بیاید همین حالت 16 پیکسل رو انتخاب کنید و روی فری دانلود کلیک کنید و دانلود در واقع استارت میشه خب یک پلی هم دانلود شد من یک آیکون پلی هم قبلا فکر کنم از این وبسایت دانلود کردم خب اینجا سه تا الای دارم بذارید یکی دیگه هم دانلود کنیم که ازش استفاده کنیم در کنار همه لیستامون فری دانلود رو میزنم و این رو هم دانلود کنم خب الان سه تا آیکون پلی من دانلود کردم دو تا الان دانلود کردم و یک دونه هم قبلا میخوام بیام کنار اینها در واقع به جای اون در لیست سال تایپی که بود بیام در واقع عکس قرار بدم اون عکس دلخوا و اون آیکون دلخوا خودم رو میام تو بخش دانلود ها و اینها رو میندازم در دسکتاپ همین سه تا آیکونی که قبل دانلود کردم رو میندازم اینجا حالا باید بریم به خود الهی ها مستقیم در واقع میشه گفتش که استایل رو اعمال کنیم اولین کلاس آیه وان بود و من اینجا آیه وان رو فراخونی میکنم یک دستوری داریم به نام لیست استایل ایمیج که شما میتونید بیاید از این دستور استفاده کنید برای اینکه عکساتون رو در کنار میشه گفتش که آیکون هاتون در آیکون ها که ندیگه در کنار اون الهی هاتون قرار بدید اینجا مقداری که باید بهش بدید یکی از نان هست یعنی عکس نداشته باشه که به صورت پیش برس همین حالت هست و دومین حالت URL آر شما URL رو انتخاب میکنید براز رو میزنید و حالا از اینجا آیکونتون رو انتخاب میکنید مثلا همین پلی رو من اینجا قرار میدم و اگر ذخیرش کنم الان کدم رو اگر نگاه کنم میبینید که در کنار پی 1 من این لوگویی که در دانلود کردیم قرار گرفته این آیکونی که دانلود کردیم بریم برای دومی هم همین حرکت رو بزنیم دومی رو آیه دو رو اینجا فراخونی میکنم و به این هم میگم که لیست سایل ایمیجت رو بیا و در واقع آیکون دوم قرار بده اگر نگاه کنید میبینید که آیکون دوم هم اینجا قرار گرفته شد. و سومی هم میتونید همین کار رو انجام بدید آیه سه رو اگر فراخونی کنید در واقع اینجا میاد بهش میگید که همون لیست استایل ایمیجش رو بیا و در واقع تصویر سومی که دانلود کردیم یا همون آیکونی که دانلود کردیم قرار بده معمولا از این روش استفاده نمی به دلیل اینکه اگر یادتون باشه گفتم که اگر میخواد از آیکون ها در کنار لیست سایت ها استفاده کنید این رو توی دوره ای HTML گفتم شما باید بیاید یک وبسایت داریم به نام فونت آسم اگر بیاید درن فونت آسم میتونید یک فایلی داره من این آموزش رو توی دوره ای HTML دادم و دیگه الان بیشتر تکرار کنم اما میتونید از این وبسایت استفاده کنید برای اینکه بیاید آیکون ها، آیکون ها که حالا توی این وبسایت موجود هست رو درون در واقع سند CSS تون ابتدا لینک کنید و سپس بیاید ازش درون HTML استفاده کنید خوبیش اینه که هر چقدر زوم رو انجام بدید این آیکون ها کیفیتشون از بین نمیره و به هم نمیریزن این آموزش رو من توی میشه گفتش که دوره HTML تو قسمت های آخر دادم و میتونید اگر دوست داشتید برید و اون دوره رو را هم نگاه کنید که این آموزش رو هم کاملا یاد بگیرید این هم از دستور لیست استایل ایمیج و در انتها هم یک دستوری باقی میمونه از سری لیست سایل ها و اون هم لیست سایل پوزیشن هستش لیست استایل پوزیشن چی کار میکنه؟ وقتی شما بیاید لیست استایل پوزیشن رو استفاده کنید دو حالت اینساید و آوتساید داره اگر این سایت رو استفاده کنید میاد و میشه گفتش که این علامت هایی که شما استفاده کردید رو میچسبونه به در واقع اون لیستتون اگر حالت اوتساید رو استفاده کنید الان یک تگ دایف هم استفاده میکنم که کاملا متوجهش بشید که دارم چه مسئله ای رو بیان کنم این حالت نرمالش هستش بذارید من به در واقع این یو الم بیام و یک بکگراندی رو بدم که شما متوجه بشید منظور من چی هستش خب به این دوال ابتدا یک بکگراند کالری میدم مثلا آکوا رنگ مناسبی هستش و تکسلاینش رو هم سنتر میذارم که این در واقع آیتم هاش بیاد وسط قرار بگه خب اینها اومدن وسط قرار گرفتن ولی اگر دقت کنید این در واقع تصاویر نیومدن کنار اینها قرار بگیرن به چه دلیل به دل که همین دستوری که الان بهتون گفتم لیست استایل پوزیشن به،, به, همین خاطر هستش که اینها الان این بیرون قرار گرفتن و به اینها نچسبیدن اگر بخواید به اینها بچسبن باید بیاید از دستور لیست استایل پوزیشن استفاده کنید و مقدار این سایت رو بهش بدید الان اگر من مقدار این سایت رو بهش بدم یک بار رفرش کنم ببینید اینها میان و میشه گفتش که میچسبم به در واقع اون لیستی که ما ایجاد کردیم خب الان یک ایرادی که اینجا داره این هستش که خب من به این فقط دادم میگم چرا تغییرات اعمال نمیشه روی بقیه چون که فقط به آیسه دادم میتونید مستقیم بیاد به یو بدید این در واقع لیست استایل رو اگر میخواد که همه این موارد رو شامل بشه لیست استایل پوزیشن رو بدید و این سایت رو اگر بزنید میاد و میچسبه در واقع به خود این لیستتون این آیکون های بغل و این ایمیج ها اگر هم حالت اوتساید رو بهش بدید طبیعتا میره و از ابتدا شروع میکنه به قرار گرفتن و جدا میشه میشه گفتش از این لیستی که داریم این هم از دستور لیست سال ایمیج همین سه دستور بودش که با هم آشنا شدیم میشه گفتش که تغییرات که روی لیست ها میتونید اعمال کنید با استفاده از این سه دستور هست که میتونید بیاید اونها رو شخص سازی کنید و ازش استفاده کنید گفتم دیگه چه فرقی هم نداره اگر شما از لیست مرتب که اول هم هست اگر استفاده کنید هیچ تفاوتی نمیکنه من این رو برای نمونه اول می کنم که شما متوجه بشید که هیچ تفاوت خاصی رو در واقع شامل نمیشه میرید که همینجوری تغییرات برای من اعمال شده پس از اول هم میتونید استفاده کنید و هیچ محدودیتی نداره این هم جلسه 17 همه با CSS امیدوارم که لذت برده باشید فراموش نکنید که عضو کانال تلگراممون هم بشید و همچنین پیج اینستاگرامیمون رو هم فالو داشته باشید که آموزشات خوبی رو در نه اون پیج هم براتون قرار میدم تا دیدار دیگر بدرود